برویم کوچه کافروشی. کوچه مزدحمی که اثری از فروشگاه در آن نیست. کوچه که شاید قبل از 300 سال در آن کاه فروخته می شد. ولی اکنون با صدا و رنگ پرندگان مرغوب چهره دیگری به خود گرفته است. اینجا کوچه کافروشی است. خانه های قدیم گلی که گویی اکنون فرو می غلطد. قفس ها، پرندگان خوشرنگ و خوش آواز به یک شهر افسانوی بیشتر شباهت دارد و یا هم به یک سرزمین جادویی. کوچه ای که با 300 متر طول، 3 متر عرض، با کار و کاسبی های مختلف، هیاهوی خریداران و فروشندگان. ولی در این میان چه کسی میتواند اعتنایی به فریاد پرندگان کوچک داشته باشد؟ فریادهایی که از گلوهای کوچک و ظریفشان به گوش ها تنین میاندازد و هر عابر میتواند با بستن چشمهایشان خود را در باغهای از جنت ببیند. میراغا 37 سال است قفسهای ساخته دست خودش را با پرندگان در این کوچه تاریخی میفروشد. قفس تو چیزا را خودتان جور میکنید؟ قفس خود ما میسازیم، ولی فعلا از خارج زیادتر میاد. خود ما میسازیم. این تو پرنده هایی که میگیرین مفروشین از کجا به دست میارین؟ چطور؟ کنری تو را که از مثلا وقت از آلمان میامد، از روسیه میامد، ولی از ایران میامد، از آلنگ میامد. همینجا چوچه گیری میکنن، یعنی کنری بابا. دیگه این سایره هست و گلسر هست و یه آدم چهره هست و این چیزا نرگسک ها و یه آدم چهره و توتا یا از پاکستان میامد. سایره و گلسر از این وطن خود ما شما. قفس های ساخت دست خودشان قیمت است و قفس هایی که از خارج می آید ارزان تر فروخته می شن. اسدالله 13 سال است. او هم کسب پدرش را دنبال می کند. از اینکه کسب پدرش را پیش می برد خوشحال است و چنان می نماید که کوچه کافروشی و رسم خرید و فروش پرندگان و نگه داشت پرندگان در افغانستان خصوصا شهر کابل نسل ها باقی خواهد ماند. دکان های آهنگری و ساخت لوازم مانند قیچی و چاقو از قدیمی ترین کسب و کاسبی این کوچه های قدیم می باشد. داستان های فولکلوریک را رنگ و بوی دیگر می بخشد. رنگ عیاری، صداقت و از خود گذری. خلیفه قند قیچی ساز کمتر از قدامت و قصه های کوچه کافروشی می گوید، ولی بیشتر از بیکاری و چالش های اقتصادی می نالد. عکسای یادگاری گرفتن بر فامیل خود که ما رفتیم مردم ما را رشید نمی این کارا بلومون سقوط کرد. شما شاید حالتیم امامی حال که بچه کنیم بیکار قراشش کرد. بان که رشته سخن را می آوریم به سوی گذشته های کاریش، ولی او ناخودآگاه سر سخن را به بی‌رونق شدن کار تشویش از بیکاری برای خودش و پسران جوانش می گشاید. ولی از اینکه چرخ کارگاه کوچک آهنگریش هنوز در چرخش است احساس شکران می کند. امتداد کوچه کافروشی با قفسهای از پرندگان و نان و دانه آنها توجه هر گذرنده را می تواند به خود جلب کند. هر گذری می خواهد لحظات به تماشای پرندگان مرغوب بیستد و یا هم به چنزنی های کبوتر فروشان و خریداران گوش دهد.